یکی از مشکلاتی که امروز داریم موضوع نابرابریه. در ادبیات اقتصاد پیشرفت گفته میشه که اگر نابرابری در حوزه مصرف وجود داره، یعنی یک عده طبق اون شاخص‌های مختلفی که در اقتصاد هست مثل ضریب جینی دارن بیش از بقیه مصرف میکنند، مثلا فرض بکنید طبق آمارها دهک ثروتمند جامعه حدود 57 برابر دهک فقیر جامعه داره در حوزه آموزش مصرف میکنه و اختصاص میده منابع خودش رو به حوزه آموزش. خب این از کجا اومده؟ علت نابرابری در حوزه مصرف، نابرابری در حوزه درآمد، یعنی طبق توالی هایی که در ادبیات اقتصاد پیشرفت وجود داره، نابرابری در مصرف برمیگرده به نابرابری در حوزه درآمد. حالا شما میگید که خب اگر به این شکل میشه موضوع رو یک لایه عمیق‌تر دید، نابرابری در حوزه درآمد رو چه چیزی ایجاد میکنه؟ نابرابری در حوزه ثروت، یعنی این چیزی که باعث نابرابری در حوزه درآمد میشه، نابرابری در حوزه ثروته. و عمدتا شما در ادبیات اقتصادی میبینید که کسی در این مورد صحبت نمیکنه و عمده گفتگو در حوزه مصرف و نهایتا درآمد قطع میشه و کسی به نابرابری در حوزه ثروت نمیپردازه. طبق همین روال میتونیم به یک توالی دیگه هم برسیم. علت اساسی، یعنی اون چیزی که ما باید ابتدا به اون بپردازیم تا نابرابری در حوزه ثروت حل بشه، نابرابری در حوزه قدرته. یعنی نابرابری در حوزه قدرت باعث نابرابری در حوزه ثروت میشه و نابرابری در حوزه ثروت باعث نابرابری در حوزه درآمد میشه و نابرابری در حوزه درآمد باعث نابرابری در حوزه ثروت میشه. اما الان همه نگاه ها به مصرف و درآمده.